اینک ما از هر تباری و ده ها صد ها و هزاران تن عهد کرده ایم که دست همدیگر را می گیریم تا آن سیم خارداری که برای از بین بردن آرامشمان و برای نهادی نکردن ناآرامی و بدبختی و فقر و تهیدستی که برای من طراحی کردن با همین وسایل کوچک دستمان بر علیه آنها استادگی کنیم. تصویر از هر نابهنجاری بر می داریم و بر برنامه سرزمین من می سپاریم تا از این تصاویر که ما بر مبنای خبرنگاری انقلابی بر می داریم بتوانیم بزرگترین حادثه های خبری را در افغانستان شکل دهیم. ما می خواهیم از طریق خبرنگاری انقلابی اینک بر تفکر و اقتدارگرانی که جز مافیا دیگر در دستور فعالیت‌هایشان چیزی نیست ایستادگی کنیم تا باشد مردم بدانند در سطح منطقه و جهان که مردم افغانستان خردگرایان بزرگی هستند. تندر و سرزمین من در فصل تازه با همین تفکر به پیش می رود. در مادیات فقیریم حرفی نیست، اما در آرمان و مبارزه فقرمان ختممان خواهد بود. پس ما به منظور فقر آرمانی نه، بلکه برخنامندی آرمانی با آن که در هر قد فقر مادی هم بسر ببریم استادگی میکنیم و نشان میدیم ملتی توانستند از ره گذر ژورنالیسم یا همین خبرنگاری بر مافیای قوی در کشوری فایق بیایند و این ما و شما باید باشیم که از ره گذر قلم، تفکر، فکر و گپ منطقی بر آنان غالب شویم که در نهایت همه چیزمان را اینک در دست خود دارند. این برنامه ها در شبکه نورین در حقیقت با همکاری شما به پیش می رود. یک جرقه کوچک آتش می تواند بزرگترین آتش را به میان بیاورد و این آتش ها می شود برای آبادی و یا هم برای بربادی استفاده شود. ما بر آبادی می اندیشیم و آتش خواهیم برافروخت که آن آتش بر ساخت و ساز استفاده شود. عقل و تفکر و مغزهای وسیع با ما خواهند پیوست. بسم الله الرحمن الرحیم. به سرزمین من به شیوه زنده از نورین خوش آمدید. آنچه که در وهله نخست برای شما به نشر رسید و در حقیقت پیام تازه است بر فصل تازه دو برنامه پژوهشی ما در نورین سرزمین من وطن در و این برنامه ها حالا با یک اندازه تغییر شکل در عرصه خبرنگاری آغاز خواهد کردن. خبرنگاری انقلابی در فضای امروزین افغانستان شاید موثرترین خبرنگاری باشه که در حقیقت در برابر نابهنجاری ها ایستاده شدن این خود راه باز میکنه برای از این که مردم پرسشگری بیشتر و قویتر برن به پیش. پرسشگران شاخه تازه برنامه سرزمین من که ما همان گونه که بر دوستا گفته بودیم امشب آغاز میشه. پرسشگران چیست؟ جوانانی است که در جای سوالی در ذهنشان خلق میشه با اسناد او را بر ما میتن و ما این سوال پرسان میکنیم از مسئولش. مسئول اگر جواب داد درست، اگر نداد نظر به قانون رسانه‌های همگانی، آن چی که ما در این روند انجام میدیم اما نظر به او قانونی است که در افغانستان در خصوص رسانه‌های همگانی وجود دارد. فرضاً قانون دسترسی به اطلاعات توسط جناب رئیس جمهور چند پیش توشیح شد، یعنی شما نه تنها خبرنگارا، هر شهروند افغانستان حق داره که از هر نهادی در مورد چگونگی کاریش که مرتبط میشه برای از اونها بره بپرسه و اونها مجبور و مکلف هستند که پاسخ بدن. اگر اینک آنها برای پاسخدهی آماده نشد، پس برای مردم پرسشگر افغانستان است که این پاسخها را از حلقوم هر کسی که در هر مسندی است باید بکشم. این روندی است که برای دوستان آرام آرام آشنا خواهد شد. ما شاید در این پروسه به زیاد جایها بریم و از زیاد کسایی چیزهایی بپرسیم و این با همکاری مردم افغانستان صورت خواهد گرفت. اما چیزی که در تندر دو روز ما در قبال وضعیت مهاجرین برای دوستان گفته بودیم، یک تعداد
دوستان در تماسایشان برای ما گفتن که آنچی را که شما گفتین اسناد تصویری در دست گروه تحقیقاتی تلویزیون نورین هست که نشان میتاب مهاجرین افغان آنقدر وضعیت رقتبار در یونان دارن که پول تمام شده و حالا یگانه چیز برای زنده ماندن رجوع کردن بر کثافت دانی ها یا اون زباله دانی ها هست. از اونجا چیز به دست میارن و یک تعداد دوستان گفتن که این اسناد شاید وجود نداشته باشه. یک موضوع ما خدمت دوستان میگیم که ما هر نوع برنامه در طی این دست کم یک دهه نشرات نورین داشتیم هر نوع، اما یک چیز من اطمینان میتونم برای همه دوستای عزیز که هیچ برنامه ما بدون شواهد مدارک و اسناد دقیق و بدون قابل انکار نبوده. اگر چنین باشه که هر کس یک حرفی را بزنه، پس اینجا اعتبار یک رسانه 10 ساله خدشه‌دار میشه. هیچ رسانه علاقه من نیست که نظر به یک گپی اعتبار و اعتماد خود از دست بده، چون او را ما وعده کردیم در برنامه تندر به برنامه تندر نسخه بلندش نشر میکنیم، اینک نسخه خیلی کوتاهش میبینیم. در یونان به سر میبرن دختران جوان، زنها و مردها میایند به نوع رجوع میکنن بر اون زبالدانی هایی که در حقیقت چیزی پیدا بکنن بر بقای زندگی. این از سوی یکی از صفحات اجتماعی که بیشتر برای مهاجرین در اروپا فعالیت میکنن نشر شده بود و یک آهنگ نشنیده شده ای از آقای فراد دریا هم دیگه انداخته شده که خیلی شوکه میسازه آدم، دردناک هم هست. اما یک سوال هم در ذهن آدم خطور میکنه که اینها در افغانستان ما که بودن حداقل خوب زندگی یک اندازه انسانی تر وجود داشت با هر نوع وضعیتی. اینها از گروه زنده مانده و چانس آورده های گویا که به یونان خود رساندن. حالا مرزهای مقدونیه برای افغان ها بسته است و اینا دوباره مجبور و مکلف هستند که به یونان برگردن، و اگر اینا دوباره به یونان برگردن وضعیت آنقدر نابهانجار است در اینجا که مجبور میشن از این جای اینا تغذیه بکنن. دخترک های جوان، زنان سن کلان تا یک تعدادشان و مردها. حالا دیگه در دست خود هموطنان عزیز ماست که چی تصمیم میگیرن. تصویری که دیشب این ویدیویی که نشر شده این در مناطق همسایگی های افغانستان هست، خاصتا نورین نمیتونه موقعیت تایید بکنه که کدام کشور هست، اما ظاهرا معلوم میشه که یا کشور ایران است و یا هم کشور پاکستان، اما ظاهرا معلوم میشه که کشورهای همسایه ما شما باشه. یک نوع انسان پرستی در کشورهای همسایه ما در حال گسترش هست و این بنوی در افغانستان هم سرایت کرده. در خصوص این مسئله یکی از جوانان فهیم مکتبخانه مسعود بزرگ با ما تا لحظات دیگر ملحق میشه و در این زمینه صحبت های می داشته باشه، اما نه از آدرس مکتبخانه مسعود بزرگ، به نشانی آنچه داده ها و مطالعات و اطلاعات خودش است. در این زمینه تا دقایق دیگر با ما ملحق خواهد شد و بحث خواهد کردیم. یک تعداد علمای دینی با ما تماس گرفته بودند شب گذشته و واقعا این مسئله را گفتند که این کاملا بدعت است از راهگذار دید اسلامی. اتفاقا هم این جوانی که با ما ملحق میشه معلومات اسلامی گسترده تری دارن و میشه که اونا هم بیان بحث بکنن که حضرت پیامبر در این زمینه چی گفته و دیگرها، که حداقل ماهایی که نمیفهمیدیم بفهمیم که وضعیت از چی قرار است. پرسشگران نخستین بخشی است که ما در برنامه سرزمین من سر از امشب آغاز میکنیم. یکی از بخشایی که به مسابقه قلب تپنده در این برنامه فعالیت خواهد کرد، او در حقیقت بر مبنای ژورنالیسم مردمی استوار خواهد بود، آن ژورنالیسمی که مردم بر ما بهترین اسناد را ارائه میکنه و ما اینا رو نشر میکنیم. جوانی که خواسته که نامی از او گرفته نشه، از شفاخانه ابن سینای کابل در پایتخت افغانستان تصویری رو برای ما ارائه میکنه که این تصویر تا به هنوز در دست هیچ یک از رسانه‌های دیداری نیست و این تنها به دست ما آمده. شما اگر واقعیت و سیمای اصلی یک از شفاخانه‌های برجسته و تاریخی افغانستان رو ببینید آدم شوکه میسازه. این به نظر انسان میایه که دارن این شفاخانه‌ها یا این وزارت به نوعی مارکت میکنه برای کشورهای مانند پاکستان و هند که ما وقتی در این شفاخانه با او وضعیت میدراییم، پس همه انسان‌ها مجبور میشن که به نوعی پول پیدا بکنن و مریض خود ببرن یا پاکستان یا هند. و اونجا طبیعتاً که در پاکستان هند هم دکترای دست اول نمیای افغان ها را تداوی بکنن، اون دکترایی که مشخص هم نیست کیا. در خصوص طب چی ها که نکردند و چیها را که تعامل نکردیم این وجود داشتند. پرسشگران ما آرام آرام شروع میکنند بر این موارد و اسناد
غیر قابل انکار نشر میکنیم ما که دیگر در او حرفی وجود نداشته باشه. و سپاس از جوانانی که در این بخش همکاری من میکنم. این بخش نخست پرسشگران ماست. پرسشگران، تو اگر برخیزی همه بر میخیزند. پرسشگران مجموعی از مردم افغانستان هستند که در مورد حقشان از سردمداران خواهند پرسید. این دستاورد وزارت صحت عامه در زمان حکومت وحدت ملی است. شفاخانه ابن سینا وضعیتشان قدر خراب که احساس میکنید شاید شما در زبالدانی های خیلی وخیم شهر باشید. اینجا مردم برای تداوی می آید. این کار آنها بازار تیزی شفاخانه برای هند است یا برای پاکستان. در داخل افغانستان شفاخانه این گونه نگهداری می شود. این به چی معناست؟ در این حالت شفاخانه هایی که در حقیقت دولتی استند و بازاریابی می کنند و قصابی ها، یعنی شفاخانه های هندوستان، این خود به نوع غیر مستقیم مارکت برای کشورهای خارجی است. ما در افغانستان هیچ شفاخانه درست دولتی نداریم و شفاخانه های شخصی هم دکتران درستی ندارند. پس این بسترسازی برای مردمی هستند که در طی 15 سال اخیر به میلیون ها دلار به هند و پاکستان بابت تداویشان دادند. این اتاق مریضای شفاخانه ابن سینا است. بزرگوار این عکس ها را در بخش پرسشگران بر ما در سرزمین من فرستاده است و پرسیده که باید بپرسیم جناب وزیر با خبر هستند که در این شفاخانه چی میگذرد؟ آیا این شفاخانه رئیس دارد یا هم نه؟ اگر رئیس دارد و وزیر دارد پس به این حالت چرا؟ به صحت مردم بازی نکنید، به فقر مردم توجه کنید که کاسه های صبر لبریزند و در مقابل تحرک مردم وکیل و وزیر و عین و خین دیگر بنبست شده نمیتواند. اگر ملت افغانستان بپا برخیزد دیگر هیچ قدرتی نمیتواند در مقابل آنها ایستادگی کند. این صحتشان است، کلیدی ترین چیزی که در زندگیشان باید وجود داشته باشد. اما این گونه مسخرگری ها با صحت مردم افغانستان بر نهایت این معنا را میرسانه که اینها مستقیما توهین بر مردم افغانستان میکنند، بر مردم سلحشوری که در حقیقت با همه این بدبختی ها در حکومت وحدت ملی هنوز هم آرام نشستند و به امید این که شاید روز دیگر بهبود یابد. اما در اینجا چی توهین بزرگی؟ اتاق وی آی پی شفاخانه، اما در داخل دالیز شفاخانه میتونیم ببینیم این کوت و انبار از خاک. جالب توجهی است که چگونه در شفاخانه‌ای که با سمت ساخته شده انبار از خاک دیده میشه. حس میکنید در پست کوچه هایی هستین که اصلا شهرداری متوجه نشده این شفاخانه است یا زبالدانی. جناب رئیس شفاخانه مشخص نیست چی کاری را انجام میده و وزیر هم معلوم نیست که کدام فعالیت هایی را تا به حالا انجام داده. وزیر علمای دینی را میگه که برای واکسیناسیون فضا سازی میکنن که این پروسه انجام نپذیره، اما خودش از داخل دفاتر خودش بیخبر است. در چنین جایی برای تداوی اگر شما وارد شوید، این خود می نمایانه که مستقیما بر صحت شما توهین صورت میگیره. مردم پرسشگر افغانستان تمامشان که به شفاخانه ابن سینا مراجعه کردن این فضا را با چشمای سر خودشان دیدند. اما حالا ما در این بخش میپرسیم باید پاسخ دهند. نظر به قانون رسانه های همگاری، قانون دسترسی به اطلاعات توسط رئیس جمهور توشیح شده است و هر شهروند حق دارد از بلند رتبه ها در امور کاریشان که مرتبط به آنها می شود بپرسد و آنها مجبور و مکلفند که پاسخ دهند. پرسشگران ما اینک این سوال را مطرح کرد، سوال های دیگر هم باقی است. اگر جواب ندادند به دفترشان می رویم و پاسخ را از القوبشان بیرون خواهیم آورد.
دوستانی که بیپرسن همین است، ما بحثشان یا حرفشان که اگر پاسخ ندادن میریم به دفترشان و با اونها برخورد این گونه میکنیم. قانونی هیچ کس از قانونی که وجود داره تخطی نخواهد کرد. پاسخ بدین وضعیت از چی قرار هست؟ چرا اینقدر وضعیت بد در عرصه صحت مردم افغانستان؟ یک جامعه زبانی میتونه که جامعه درست باشه که صحتمند باشه. ما در شفاخانه ما میریم احساس میکنیم این شفاخانه است یا جنگلی یا زباله‌داری های شهر. این دردناک هست برای همه، در حالی که اگر ما از آغاز حکومت درسای نیروهای ناتو تا به امروز اگر احساس بکنیم به میلیون ها دلار بر وزارت صحت افغانستان همکاری صورت گرفته. آخرین امضای قرارداد حدودا چند میلیون دلاری را خانم سریا دلیل زمان امضا کرد که چند روز بعدش از سمت وزارت برکنار شد. این امضای قرارداد چندین میلیون دلاری بود برای شفاخانه تبرکلوز. افرادی که میرن میگن که با تبرکلوز که مشکوک میشه دکتر سرش، حداقل یک لابراتوار مشخص نیست که او بتونه که تشخیص بده که این فرد تبرکلوز داره یا نه، مجبور است روانش بکنه به پاکستان. پس این پول ها کجاست؟ هر وزیر اومده به گونه های مختلف این کارا رو انجام داده. حالا مسئله دیگه هم هست که کارهایی در امین سکتور صورت میگیره، کارهای خیلی وحشتناک. همه چیز بر قانون و فرضاً شما یک انسان فقیر هستین، دواخانه دارین، دواخانه شما باید بر تمام اون قوانینی که جناب وزیر و دار و دسته وزیر تطبیقش میکنه باید اونمو کار انجام بدین. اما در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در مقابل از این دواخانه کانتینری است که گفته میشه از یک نفر بلندپایه وزارت صحت افغانستان است. او از کیست؟ آیا وزیر جواب میده در این زمینه یا چیزهای دیگر؟ ما تا مجموعی از اسناد به دست نبیاریم بر هیچ جناب وزیر، بر هیچ شخصیتی حرفی نمیگیم. اما وقتی که مجموعی از اسناد وجود داشته باشه و مجموعی از اسناد زنده وجود داشته باشه که هموطنان ما خودشان بیاین بگوین که چشم دید خود از ابن سینا که چگونه هست، او زمان بعد باید مسئولین صحبت بکنن. اگر این به این معناست که دیگر گوسفند خطاب نشیم در انتخابات و در فلانه و در این هم حرفا، او دلتا زغوارم چی او دیر دی خوشی زایدی او دا مونگ لپاره او نیک مرغ خبر ده چی زی مونگ دیر پیاوری جبی چی پختو جبه ده ملی جبه دی او پا افغانستان که دیر خلق پدی جبه باندی خبری که پا گوگل ترانسلیت که پا بین المللی توگاب دی اخو جبو چی پا طول نرائی که جوانده جبو گنل کیگی پختو جبم را غلیدی زب یوزل بیا طول افغانانو تا مبارکی وایم چی زیمونگ یو بل جبه هم پخواخو زیمونگ جبه دی پرژن پنامه چی فارسی و پا گوگل ترانسلیت او دا پا طول اپ اپلیکیشن دا شایونه و چی اغا خلق چی دا جوره ای دی اغا خلق هدف داده چی دا زیما هدف اغا جبه ده چی پا ایران خبری که ای او پا زینی برخونو باندی دری هم را غلیدی پا ویندوز چی مایکروسافت دا کار کردی. لیکن دا دیر خواه خبره ده چی زیمون بل جبه پختو جبه رازی پا گوگل او گوگل پخپل وای چی و زر جبه پا طول نرهی کشتا دی تر او سپوری گوگل غب معلومات برکی او لدی و زر جبه دری زر جبه دی نابودی پا حال که دی لپاره چی دی خلق چی خبری که پا انترنت او دا اجتماعی رسانه سر دمراری که نلری دی لپاره او زینی کسان چی دیر زیار باسی خپل جبه لپاره اغا رازی پا گوگل او اغا جبه لدین بعد جوانده پاتی کیگی چی پا تخنیک بخش تخنیک سانگه که یوزل ورشی پختوز پا گوگل ترانسلیت کشته دی گوگل ترانسلیت سدی گوگل ترانسلیت غاری چی نره لدین هم ورکوتی که دیدی لپاره چی طول جبو رازی پا گوگل ترانسلیت او تاسو پا جبه باندی لدین بعد هیس استونزی نلری جبه دی فام او تفهیم یا وسیله دب اوس گوگل دای فام و تفهیم وسیله دوم را ساده کردی دی چی تاسو که یو سره تاسر هانگ کانگی خبری که ای اغا پا گوگل ترانسلیت اچه ای او بیا پس دستاس پا جبه باندی ترجمه کیی.
او اوس نړی وای چې دا ژبه یوازې د افهام او تفهیم وسیله ده، لیکن دا یو قرن کیږي چې موږ په افغانستان یوازې د ژبو لپاره دوه قومونه جنگ کوي، جګړه کوي او ډېر ځوانان هم شهیدان شوي دي. لدینه زو لیکن طول افغانانو ته مبارکی دی دا چی سنگه، لیکن یو زوان چی زما پا خیال پا دوبای و سیگی دا گوگل ترانسلیت جبو پا اکلا او دا پختو سنگه پا غراغلی دی سمبر کسان پا طول نرای پختو جبا خبری که دا معلومات ورکی پا دیر یو خواگه لحجه باندی دا با او گرو او زمونگ بس زمونگ میل ما نصر پایل کیگی انشالله لدینه بعد. چرنه د اووز رجب څخه فاکت درس او پندوس ډیجیټل کیږي. اوس مهال په نړۍ کې تر اووز ر زیات جبستا چې له دغه جملې څخه یو میلیارد او دیرش میلیونه کسان په چینایي خبرې کوي، ورپسې د انګلیسي ژبه ده چې اته سوه څلوېښت میلیونه تنه یې وایي. دغه راز هسپانوي او عربي د تقریبا څلور سوه نوي میلیونه کسانو زده دي. د افغانستان په ګډون په نوره نړۍ کې تخمینا درو څلوېښت میلیونه کسان په پښتو ژغیږي. عموما انګلیسي، هسپانوي، چینایي او هندي ژبې ډېرې ویل کېږي او د نړۍ د زیاتو ویل شوو ژبو په کتار کې یې لومړني ځایونه خپل کړي دي. د یادو اووه زرو ژبو څخه یې تقریبا درې زره ژبې د له منځه تلو د خطر سره مخامخ دي. که د یوې ژبې کسان غواړي چې مورنۍ ژبه یې تل تر تله وویل سي، نو نوموړي باید د عصري ټکنالوژي سره بلد وي او د دې زمینه مساعده کړي چې ژبه یې نوو تخنیکي پرمختګونو ته لاره خپله کړي. انټرنیټ نړیوال جال ته د ژبو د ورتګ په اړه د هنګري یا مجارستان ژبپو اندراس کورنای یو څېړنه کړې ده چې په پلس ون څېړنیزه مجله کې یې خپره کړې هم ده. د دغه څېړنې له مخې د مجموعاً اووه زرو ژبو له جملې څخه فقط او فقط پنځه سلنه د تخنیکي پرمختګونو سره یو ځای روانې دي، یعنی د درې سوه پنځوس ژبو ویونکي امکانات لري چې خپله ژبه د انټرنیټ په نړیوال جال کې ځای پر ځای کړي. پرون چې د 2014 د فبروري 13 نیټه وه، د دولسو نورو ژبو تر څنګ پښتو هم د ګوګل ژباړن ګوګل ترانسلیټ ته وریځه پکړل شوه. په دې اړه د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پښتو ویونکو د ټولنیزو رسنیو پر مخ خپل د خوشي احساس شریک کړ. د ګوګل ژباړن په 2014 د کال کې په کار پیل کړی دی چې اوس مهال یو سلو درې ژبې په ځان کې لري. ګوګل غواړي راتلونکی یکشنبه چې د فبروري یوویشتمه نیټه ده د مورنۍ د ژبې په ورځ نړۍ ته وښيي چې د یو سلو درو ژبو د ویونکو ترمنځ یې د اسانتیا زمینه مساعده کړې ده. که درمونه کتونکو له توجه څخه مو نړۍ مننه. د لر او بر د یوټیوب له لارې یو شمېر نورې په زړه پورې ویډیوګانې کتلی سي. خوشحاله او بریالي واوسئ. د خدای خوش آمدید دوستای گرامی. و این البته از سمخه معلوماتی که داشت دوستا دیدن و از روز مادری چند روز میگذره، اما به هر حال این مرتبط با افغانستان بود و ما نشر کردیم. آقای سید نجیب الله سادات از جوانان متفکر مکتب خانه مسعود بزرگ هستند و اینا بیشتر در بخش های فرهنگی و فعالیت های مختلف همکاری میکنن با این جریان. ایشان نه از نشانی این سازمان مبارزاتی مدنی بلکه به مسابقه یکی از جوانان آگاه در برنامه ما شب حضور دارن و این در حقیقت نظر به او
اون بحثی است که شب گذشته ما داشتیم. افرادی که خود از سگ ساخته بودند در بعضی از زیارت ها با همین بحث کردیم که میگفتن که سگ اصحاب کهف روز چند پی خوبان گرفت مردم شد، سگی که رفت با انسان ها و پشتی از اونها 300 سال خوابید و آدم شد. اما آدم هایی که در امروزه سگ میشن، ایشان داده های فکری خود در این زمینه مطرح کردن. خوش آمدین جناب آقای صادق. خیر باشین، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. آیت مبارکه 41 سوره روم میباشه و الله پاک در این آیت مهربانی میکنه، میگه ظهر الفساد فی البر والبحر، ظاهر شد فساد در بحر و در خشکه و در دریاها. بما کسبت ایدی الناس، به سبب آن چی که انسان ها خودشان با دستای خود کسب کردن. دیگه نادری صاحب، در رابطه با می انسانایی که خود را خودشان ذلیل ساختن، عرض می است که یکی ما می خواهیم یک مقدمه بسیار کوچک داشته باشم در رابطه با زیارت رفتن از دیدگاه اسلام و از دیدگاه فقهای اسلام، که برترینشان همین 5 مذاهب است که 4 مذهب اهل سنت و الجماعت است و یک مذهب اهل تشیع ما و شما. و اینا همشان فقهای محترم در رابطه به زیارت رفتن اتفاق نظر دارن، و ولی شیوه ها فرق میکنن. آنچه که ما را متاسفانه تا امروز صدمه خیلی سنگین به پیکر ما جامعه امت اسلامی وارد کرده، او ای است که برداشت های شخصی انسان هاست که انسان ها را گمراه و بدراه میسازه و از مسیر صراط المستقیم منحرفشان میتن. ما پیام ما میست که بیاین دل ما به دین ما بسوزه، نه به برداشت های شخصی ما. میان تر از اینکه زیارت رفتن از دیدگاه اسلام چه جایگاه داره، پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیث صریح ثابت است که مهربانی میکنه و دعای مخصوصی است، از جمله زمانی که از بغل قبرستانی ها عبور میکردن همین دعای معروف و مشهورش است که السلام علیکم یا اهل القبور، تغفر لنا و لکم انتم سلفنا، امیر همیشه کلگی میدانن میخوان، و همچنان دعای دیگری هم است. و از خلفای راشدین هم ثابت است که به زیارت ها به قبرستان ها عبور میکردن، خاصتا روزی از روزها حضرت علی کرم الله وجهه در سر در بغل قبرستان نشسته بود، شخصی پرسانش کرد که ای مرد خدا ایجا چی میکنی نشستی؟ گفت اینا بسیار همسایگان خوب هستند، به طرف قبرستان اشاره کرد. و علما میگن که هر کس به خاطر از اینکه پند بگیره باید به زیارتگاه به قبرستان ها بره، به خاطر از اینکه همین خواهشات مغرضانه انسان در انسان میکشه، این نفس اماره بسوره. ولی این انسانایی که منحرف شدین به این شیوه که زیارت میرن، این نه در دین جای داره نه در مذاهب جای داره، هیچ کسی با این کردار از یا موافق نیسته. ما بازم میگم که همین برداشت های شخصی خود انسان هاست که انسان ها را منحرف میتن. ما میبینیم در زمان خلافت خلفای راشدین ما با چنین بدعت ها روبرو نبودیم، از سطر اسلام تا به الحال چنین چیزهای را ما شاهد نبودیم. خاصتا بدعت ها چه وقت زور کردن؟ بعد از امامان اهل سنت و الجماعت که خیلی این مبارک ها بر علیه بدعت مبارزه کردن، بر علیه بدعت رزمیدن، بر علیه همی خرافات رزمیدن. ولی متاسفانه انسان ها ما در این مقطع اساس بسیار اساس علمای خود را ملامت میدانم، به خاطر چی نادری صاحب؟ که درست نفهموندن مردم ما را. شما ببینید امروزه در یکی از جایی که ما میشینیم به نام خواجه بغرایات میشه، خواجه بغرا قریه مشهوری است در امین نایه 15 کابل، زیارتی است به نام زیارت خواجه بغرا. شما یک دفعه اینجا تشریف بیارین ببینین که مردم چی بدعتایی که نیست در اینجا انجام میدن. یک کشورها همسایه ما بود ولی در داخل کشور ما شما طواف میکنن مانند کعبه. ما به چشم سر خود دیدیم که مانند کعبه طواف میکنه. بنان او کسی که دین خود را درست درک نکنه، او زیارت رفتن درست درک نمیکنه. در رابطه با مردا زیارت رفتن جایز است، بخاطر اما طریقه هایش فرق میکنه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که امام مذهب ماست و اکثرا پیروان مذهب امام ابو حنیفه را مردم افغانستان تشکیل میده، این مبارک به فرزند خود حضرت حماد نصیحت میکنه که ای فرزندم به زیارت بزرگان و صالحان برو زیارت کو، اینا ممانعت نداره از دیدگاه شرعی، ولی از دیدگاه شرعی ممانعت نداره، ولی شیوهش فرق میکنه. چه قسم ما باید بریم، با چه شیوه باید بریم، چه باید بکنیم،
ایرا فقها بر ما تشریح کردن و پیامبر بزرگ اسلام فرمولش بر ما گذاشته. فقهای کرام در روشنی امو احادیث شریف بر ما طریقه هایش بیان کردن که به این طریق بریم، به این طریق باید زیارت کنیم، دعا کنیم. و انسانایی که در زندگی مدد مجازی میکنن با یک دیگر، بعد از مرگ دیگه ختم میشه. بعد ولی متاسفانه الله پاک میفرماید در سوره بقره است که ولقد کرمنا بنی آدم، ما اولاد آدم را کرامت دادیم. با این نساختیم که سگ وری مانند سگ بجفن و در حقیقت یا کرامت انسانی خود را زیر سوال میبرن. برامو کسایی که اینا داد اسلام و کفر میزنن اونا تعجب میکنن که چه قسم مردم است. ما خدا را نمیشناسیم، نه به زیارت عقیده داریم، نه به خدا عقیده داریم، نه به پیامبرش، ولی چنین خرافاتی را انجام نمیدیم. و یکی از علمای مسلمان چند وقت پیش بالا یکی از این دوها انتقاد کرده بود که شما میرین سطل شیر بالای یک سنگ میندازین، از چی مفاد بدست میارین؟ او در جواب برش گفت که شما مسلمان ها با توپ ها تکر میبرین بالای قبرستان ها آوار میکنین، شما از چی مفاد میبرین؟ در حالی که ما از شیر مفاد نمیبریم، شما از تکه ها مفاد نمیبرین. هم چقدر فقیر و مسکین دارین، ببرین تکه ها را به جانشان لباس جور کنین بکجا. متاسفانه نادری عزیز که همیشه ما را بازم میم که برداشت های ما منحرف داده. یک چیز جناب آقای سادات، من دیشب همین مسئله بحث شما را گفتم برای عمو بزرگوارا که فرزند ما به بعضی زیارت هایی را میبینیم در قلمرو افغانستان و یا در همسایگی افغانستان با طلا ساخته شده، فرزند میبینین به بسیار یک هزینه انگفته اونا به مصرف رسیده. چرا فرزند میشد که او را کمتر مصرف میشد و یک یتیم خانی بسیار خوب جور میشد؟ این کشورها که مکان در رالت درگیری و نبرد و اینا هست، افراد کشته میشن، این کار توجه نکردن. انگیزه چیست؟ حالا ما به یک سرنخ مجموعی از ویدیوها رسیدیم که اینا را منعیس یک جریان سریالی در همین برنامه حفظ خواد کردیم. فرزن افغانایی هست که یک تجربهشان نشان میده که اینا میخوزن نماز میخونن و اتفاقا امو نهایت رشخندی خود بر نماز میکنن. حالا برای خارجی یک گپ است که اینا به خاطر همین دینشان بزرگترین قدرت‌ها رو شکست دادن و بازینی رقم با دین خود میکنن. این چیز به نظرتان انگیزه است یا تفکری است که ترزیقی است وارد میشه، یا هم خود این مردم به او آگاهی نمیتونن برسن؟ چگونه میتونه وجدان یک انسان قبول بکنه در یک تجمعی که به هزاران نفر در اونجا میاین، اینا مثل سگ میاین و اتفاقا او او میکنن، وجدان اجازه نمیده برای هیچ کسی؟ اتفاقا در هیچ مذهبی چنین نیست. چرا اینا این فکر را بیشتر تطبیق میکنن؟ به نظر شما آبشخوار اصلی در کجا باشه؟ درست نادری عزیز، میایم سر ازی که یک قسمت ازی وارد میشه، یک قسمت ازی از طرف شبکه های بخصوصی هست که کار میشه در بین مسلمان ها، کار میشه، این واضح است، همه میدانن، همه ملت افغانستان میدانن. ولی یک قسمت ازی برمیگرده به مو جهل و نادانی انسان ها، که انسان ها درست دین خود را نشناختن. شما اگر در امی شهر کابل سبا با یک کامره بگردین، در امی شهر دم دی افغانان کابل و فروشگاه که محل تجمع انسان هاست، روزانه به صدها و هزاران نفر میاد. شما اگر از هر صد نفر ده نفر پرسان کنین، درست امو مسائل ابتدایی دین درک نکردن، تا نمیدانن. اگر پرسانش کنی که امام اعظم امام ابو حنیفه کی است، فکر میکنه دو شخص است. در حالی که امام ابو حنیفه نام اصلیش است و اعظم لقبی است که علما برش داده، امام بزرگوار. ولی متاسفانه نمیفهم، اکثرش سنت ها و فرایض و واجبات و نماز خود را نمیدانن. او چی بدانه که زیارت رفتن یعنی چی؟ چه قسم باید ما برم؟ شبکه های مختلف پشت ازی کار میکنن. در اسلام در اصل ساختن زیارت ها سند شرعی ندارن ندیری عزیز. این را میتونین از علمان پرسان کنین، از شورای علمای افغانستان پرسان کنین که پیامبر بزرگ اسلام پیش از وفاتش دعا کرد که الهی قبر مرا محل عبادتگاه مردم نسوزی. این ای به یک پیام میتبر ما که پیامبر صلی الله علیه وسلم میفهمونه که بعد از او انسانهای میان که به خرافات میرن، به منحرفات میرن. شما ببینین امروز در مدینه منوره و جاج محترم که میره، مکرمترین شخص بعد از الله در زمین پیامبر بزرگ اسلام است که هیچ مقام به مقام از اون نمیرسن. ولی شما میبینین که دوجه اجاج محترم که میرن، دیدن به چشم سر که زیارت دیگه قسم میشن، از دور استاد میشن دعا میکنن. وقتی که انسان
پیامبر صلی الله علیه و آله میگه اذا مات الانسان انقطع عمله، انسان که مرد اعمالش دیگه قطع میشه، الا من سلاس، مگر سه چیز: علم نافع، اولاد صالح، صدقه جاریه. این سه چیز به دردش میخوره. ولی متاسفانه شما میبینید در این کابل ما و شما دمی گردنی سخی زیارتی ساختن به نام سخی، میگن اینجا پایگاه پایگاه حضرت علی کرم الله وجهه، پایگاه آمده پایگاه شد، در حالی که هیچ تاریخی در اسلام ثابت نکرده که حضرت علی رضی الله تعالی در افغانستان آمده. شما در نه تنها در کشورهای همسایه، شما برین در صفات شمال در این مزار زیارتی را که ادعا میکنن حضرت علی کرم الله وجهه، تمام علما اسلام اتفاق دارن که حضرت علی رضی الله تعالی اینجا نیست. زمانی که به شهادت رسید فرزندش امام حسن رضی الله تعالی او را شستشو کرد، در کوفه دفنش کرد، محلش به کسی نگفت، به خاطر اینکه در وقت خوارج و روافض زور کرده بودن، به حرمتی میکردن، به اول از امام حسن رضی الله تعالی او را نخواست افشا کنه، دفنش کرد سایه شبکه‌ای. شما برین در ولسوالی امام صاحب که مربوط ولایت قندوز میشه، در اونجا زیارتی است بسیار بزرگ جور شده به نام مرقد معطر سر حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه. میگه زمانی که یک خرافات جور کردن، زمانی که سر از او از تنش جدا شد، از کربلای را فوتبال کرد آوردن، در امام صاحب یک تندور رفتید و باز یک نانبای بود که هفت بچه خود قربان کرد، کاملا مزخرف هستی. سر حضرت امام حسین در کشور عربی مصر است، دفن است در اموجه در نجف اشرف. بلی در نجف اشرف تنیش اوجه است، بنابرای بعضی روایت که سرش انتقال داده شد به کشور مصر. بعضی علما میگن که با مو استخاره یا خوابی که پیامبر بزرگ اسلام در خواب دیدن، خاصتا شیخ ازهر مو سابق بلی. گفته بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در خواب اومد و برای ما گفت که سر نواسیم که در کشورتان است کفایت میکنه بر شما، دیگه او را میگذاریم به او. ولی شما ببینید باز هم میایم سر ازی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اشرف مخلوقات است. اگر ما قرار باشه که هر قدم پیغمبر خدا را زیارت بسازیم، از مکه تا مدینه، از مدینه تا مکه باید زیارت ساخته شود، باید سجده کنن به او. چرا دم هیچ مقامی به مقام پیغمبر خدا نمیرسه؟ ولی اینا میرن در زیارت که هیچ معلوم نیست کی از دیجه. باز اگر معلوم هم باشه، به این شیوه رفتنش کاملا اشتباه است، هیچ کسی را تایید نمیکنه. یک جان سپاس از صحبت های جناب شما آقای سادات، واقعا حرفای خیلی عالی بود. ما شما را کماکان حضورتان در برنامه های اینچنینی در برنامه سرزمین من حفظ خواد کردیم. یک جان سپاس. یک مسئله را یادآوری میکنیم که هدف از نشر این بخش ها در برنامه سرزمین من خدای ناخواسته خدشه‌دار ساختن هیچ مذهبی، هیچ قرائت دینی، هیچ تفکر دینی نیست. هیچ یک از مذاهب قرائت های دینی، تفکر های دینی به چنین عملکرد های صحه نمیگذارن. بنابراین وقتی که همه اتفاق نظر دارن، پس چون خوب میشه که ما بیایم توسط جوانای باخرت و توسط اسناد این کارناپذیر ایرا برای بقیه ملت این سرزمین بزرگوار نشان بدیم که اگر بر این راه بریم و یا رفتیم اشتباه بوده، بعد از این میشه که راه تغییر بکنه. به منظور از این که ما بر جهان از اسلام و از دین و از آیین خود چیزی نشان بدیم که حداقل اونها فکر بکنن که بله، افغانستان سرزمین مردان خرد مند است. تا دیدار ما و شما برای برنامه فردا، خداوند نگهدار دوست آباد. و اتفاقا فردا آخرین روز برنامه تندر در این هفته خواهد بود و بعدا ما با همین برنامه ها در خدمت شما هستیم. یاری شما بر ما این است که هر آن چیزی که بر نابهنجاری و نابسامانی دلالت میکنه تصویرش برای ما روان بکنین، تا باشه که با هم یکی به انقلاب بزرگ روشنگری در این سرزمین بپردازیم. تا بعد، الله نگهدار. Allah 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 Allah
Ya Rabbi. 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 Ya Rabbi.